شما به میزگرد اندیشه و ایمان مسیحی گوش میکنید. دوستان عزیز، ادوین کشیشاپنوس هستم، با یکی دیگه از برنامه های میزگرد اندیشه ایمان مسیحی در خدمتتون هستم. موضوع امروزمون جایگاه حقیقت توی کلیساست و مبارزه با بدعت‌ها توی کلیسا. امروز طبق هر هفته مهمون عزیزی داریم که به ما توی این قسمت گفتمان ملحق شدن. برادر عزیزم کیوان سیروس، این برادر فارغ التحصیل لندن سکول آف تیالوجی هست، پژوهشگر الهیات مسیحی، معلم هستن توی سازمان‌های مختلف مسیحی، خدمت تعلیم مشغول هستن، مدیر مسئول مرکز پژوهش‌های مسیحی فارسی سی‌آر‌سی. خیلی خوشحالم کیوان عزیز، دوست عزیز، که به ما ملحق شدیم. خیلی متشکرم که دین عزیز منو دعوت کردید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌های خوب شما. امروز می‌خوایم در مورد مسئله صحبت می‌کنیم کیوان جان، که می‌دونم شما هم در این قسمت بسیار بار دارید و فکر می‌کنم الان کلیسای ایران در موقعیتی که قرار گرفته خیلی احتیاج هست که رهبران، خادمین، معلمین، کسانی که در رأس امور هستن و به عنوان رهبران کلیسا محسوب میشن به این مسئله توجه خاصی داشته باشن، و اون جایگاه حقیقت توی کلیسا، مخصوصا کلیسایی به این جوونی که در حال رشد، خیلی مهمه که پایه و اساسش درست بنا نهاده بشه. و ما توی صحبت‌های خصوصی که با هم در گذشته داشتیم این رو به من اشاره کردی که شما خیلی توی این قسمت نگران هستی و منم با شما همعقیده هستم که واقعا احتیاج هست که این بخش مقدار روشنسازی ها بشه، آگاهی ها داده بشه و این مقدار این قسمت هوشیارتر عمل بکنیم. ولی پیش از این که حالا بپردازیم به مشکل اصلی که کلیسا داره، این مقدار شاید بهتر باشه تو این قسمت صحبت بکنیم که واقعا جایگاه حقیقت توی کلیسا چیه. کیوان جان، همون چی که ادوین جان خودت گفتی و توی مقدمه صحبتت و خیلی خوب باز کردی، من هم اتفاقا خیلی یکی از مشغله های فکریم و شاید بگم علاقمندی های حیات فکری و حیات ایمانیم، به عنوان کسی که دوست داریم بدن مسیح رو در میان ایرانی خدمت کنه، مبحث حقیقت و اون تعلیم راست دینی مسیحی یا ارتودکسیه. و من فکر میکنم این خیلی مسئله مهمه، نه تنها یک مسئله مهمه بلکه یک مسئله حیاتی، یعنی نه تنها یک مسئله که کنار سایر مسائل از اهمیت برخورداره، بلکه یک مسئله که شاید سایر امور زندگی، تعلیم، حیات کلیسایی و ایمانی مسیحیان میتونه به نوعی قول و هوش مبحث حقیقت، شناخت حقیقت و در واقع آگاه بودن و بنا کردن روی یک اعتقاد راستین، اعتقاد صحیح و درست کلیسایی و مسیحی باشه و رو اون بنا بشه و باید رو اون بنا بشه. اینی که من فکر میکنم که این برنامه که شما دارین ترتیب میدین که با هم هستیم، در خدمتون هستیم، در شناخت این ایمان راستین کلیسا، مسائلی که وجود داره و این پستی بلندیاش خیلی حائز اهمیت هست. بنابراین وقتی ما در مورد حقیقت هم وقت فکر میکنم صحبت بکنیم که ایوان جان، جاهایی میرسه که باید اشاره به ناراستی هم بشه و اعلام حقیقت و زیر سوال بردن کذب و دروغ به حال همیشه خوشایند نیست و افرادی هستن که با شادی با این مسئله برخورد نمی کنن. ولی به حال به قول مارتین لوتر یک صحبت خیلی زیبایی داره، میگه خداشناسی هدفش ایجاد اتحاد نیست و نه حتی اینکه شقاق رو به وجود بیاره، بلکه خداشناسی وظیفه‌ش اینه که حقیقت رو کشف بکنه و ازش پاسبانی بکنه. اینه که فکر میکنم وظیفه کلیسا واقعا تو این قسمت همین استش که تشخیص بده حقیقت و راستی چیه و بیسته برای پاسبانیش، برای دفاع از اون. چون فکر میکنم شالوده ایمان مسیحی ما بر همین راستی بنا شده. اصلا خداوند ما، خداوند راستین، خودش میگه من راه و راستی و حیات هستم. بنابراین این قسمت اگر ما یه مقدار کم توجه باشیم و اجازه بدیم که این تفکرات ما یه مقدار لیبرال بشه و بگیم که ما جای به اندازه کافی داریم برای بدعت‌ها و تعالیمی که ارتودکس نیستن، فکر نمی کنم اون خدمتی باشه که یا اون دعوتی باشه که از کلیسا مسیح به عمل آورده. بله، واقعا خیلی درست شما میگی ادوین جان، و همونطور که خودت گفتی
حقیقت کلام خدا اینو میگه و شما خود تایید کردی و مثال جالبی آوردی از مارتین لوتر و دیگران و حتی این آیه کلام خدا که میگه من راه راستی و حیات هستم. این راستی خیلی مسئله مهمه. جای دیگه میگه که حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقتی که شما رو آزاد میکنه و حقیقتی که شما رو آزاد میکنه. و مسئله اینه که یکی از ارکان کلیسا اینه که کارش آزاد کنه مردم رو. و مثلا مسیحیت ادعای مسیحیت اینه به عنوان این مکتب، این ایدئولوژی، این طریق، این راه، این دین، این سلوک که گاهی اوقات مردم دوست ندارن این کلمات رو براش به کار ببرن، میخوان بگن این یک رابطه است. من کاملا مخالفم با این مسئله. مسیحیت یک رابطه نیست، مسیحیت یک مکتبه، مسیحیت یک سلوک، یک راه یا همون دینه. و چون داره ساختار هست، داره اعتقادنامه هست، داره داکترین هست، داره بسیاری از ویژگی های ساختارمند و شکل گرفته عقیدتی هست. به این دلیل یک مکتب بزرگ مسیحیت، نه صرفا یک رابطه فردی سابجکتیو تعریف نشده ابسترکت رو هوا. اینه که این خیلی مهمه، این ادعایی که داره که ما میخوام شما رو آزاد کنیم. مسیحیت میگه که من نجات هستم، من آزادی رو میخوام بدم به انسانها از طریق عیسی مسیح که معرفی میشه درش. پس این حقیقته که فقط تو رو آزاد میکنه، چون کلام میگه حق رو خواهید شناخت، حق شما رو آزاد خواهد کرد. این حقیقته که شما رو آزاد. حالا اگه ما رو حقیقت بنا نکنیم دیگه چه آزادی وجود داره؟ لذا وقتی شما از حقیقت صحبت میکنی که چیز یه امر خیلی واضحه که جایی که حقیقت به میان میاد، همونطور که خودت مثال زدی، ناراستی و کجی و دیدگاه غلط هم وجه مخالف و متضاد حقیقت که خب دیده میشه. به جایی که راستی هست، نور هست، تاریکی هم هست. اینه که اینها باید تمیز داده بشه، باید تشخیص داده بشه. من گاهی اوقات توجه کردم وقتی که صحبت از راستینی میشه و امانتداری به اون حقیقتی که به ما سپرده شده و یه مقدار اون افراد غیرت نشون میدن، اولین عکس العملی که از دیگران من میبینم این هستش که این گونه پاسبانی از حقیقت رو زیر سوال میبرم. و من یادم با یکی از شبانان نشسته بودم و سر همین مسئله صحبت میکردم، میگفتم که چقدر باید ما غیرت داشته باشیم به عنوان رهبران کلیسا، به عنوان خادمین کلیسا، که اجازه ندیم تا بدعتا وارد کلیسا بشن، اجازه ندیم که رهبران تعالیم نادرست رو وارد کلیسا بکنن. پاسخ این برادر به من داد، گفتش که ما که پلیس مردم نیستیم، ما که نمیتونیم اجازه نداریم تعالیم دیگران رو بسنجیم و ببینیم که درستن یا نه، ما کار خودمون رو پیش بگیریم و انجام بدیم. خیلی متاسفم از این نوع دیدگاه، به خاطر اینکه اگر پولس رسول هم این حرف رو میزد، اگر یوحنای رسول هم این حرف رو میزد، اگر مردان خدا در درست بعد از اینکه کلیسا متولد شد اینقدر ساده نگاه میکردن و اینقدر پوشش میگذاشتن روی تعالیم اشتباه و از کنار این مسائل میگذشتن، امروز این کلیسایی که داریم نمیداشتیم. ما حالا من در مورد رسولان صحبت میکنم، در طی اون ما افراد خیلی زیادی رو داریم. من فکر میکنم اکثر کسانی که در طی تاریخ توی قرن اول و دوم از دم تیر گذشتن، در برابر حیوانات وحشی افتادن و مصلوب شدن و به طرزهای وحشیانه به قتل رسیدن، تنها به خاطر این بود که باور داشتن به یک حقیقت و میخواستن با تمامی جان خودشون از این حقیقت پاسبانی بکنن و اعتراف بکنن. اگر امروز ما بر اثر قدمهای رسولان رفتار نکنیم، چقدر کلیسا تحت خطر خواهد افتاد؟ مخصوصا کلیسا ایران که کلیسا بسیار جوانی هست و احتیاج داره که مثل یک کودک بهش برسه، گام نهادن رو، قدم زدن رو یاد بگیره تا به یک جایی برسه که بتونه برای خودش به کلیسای جامعه مسیح در جاهای مختلف بتونه کمک بکنه. بله کاملا درست میگید، شما میگید. برای اینکه واقعیت مطلب اینه که این کلیسای جوان هست، مثل یک نوزاد میمونه که تازه متولد شده. و اونچه که مهمه اینه که خیلی معروف این شم که خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. و یک پراکسیس و یا یک اتیک، یک اخلاقیات صحیح، یک مورالیتی صحیح و یک عمل کرده صحیح نشأت گرفته از یک داکترین صحیح. یعنی شما نمیتونید کلیسایی داشته باشید که توش افراد از سلامت رفتاری و از سلامت عملکردی اون کلیسا برخوردار باشه، از سلامت در میشنش، در مأموریتش، در بشارتش، در تعلیمش، در قدوسیتش، اصلا مهم، در این نزدیک شدن با خدا برخوردار باشه،
بدون اینکه این داکترین و پایه ایمان آموزی که روش بنا کرده یک آموزی کج و معوج باشه. دقیقا. اینه که من اینو نمیتونم بپذیرم که ما بخوایم کلیسایی داشته باشیم و بگیم آره ما این که مهمه محبته، هم یه رو محبت کنیم. بابا این بحثای نظری شما اصلا مهم نیست، حالا مثلا نجات اینه یا اونه، حالا مثلا اینطوریه یا اونطوریه، اینا اصلا مهم نیست، اینا بحثای حاشیه‌ایه، هیچ کس نمیدونه، حرفای الهیونه و متعلهینه، مهمم نیست، اینا سر بحثای عنب و انگوره. در حالی که من اینطوری نمیبینم، چون دوست برگردیم به کتاب مقدس، چون وقتی ما نگاه میکنیم به خود عهد جدید نگاه میکنیم، یعنی اولین رکورد و روایت واقعی مسیح، این کرایست ایونت، وقتی نگاه میکنی به این روایت میبینی که همون که خودت گفتی، واقعا شاگردان مسیح و رسولان و انجیل نویسان و کسانی که رسالات رو نوشتن، از پولس رسول تا یوحنا یا اون شیخ افسوسی یا هر کس دیگه، مهم نیست، حالا من همه کاری ندارم به بحث نویسندگان کتاب مقدس، هموقم میشون شما تو نگاه میکنی میبینی که هموقم همون پاسبانی هست، پاسبانی از اون تعلیمی که اونا سپرده شده. اصلا این مسئله دوم تیموتائوس همینه، دوم تیموتائوس دو دو همینو میگه، میگه که اون چه که به شاهدان بسیار از من شنیدی به دیگران بسپاری تا اونها هم شاهد امین باشن. بحث اینه که ما اینجا گاردین یا پاسبان کلام هستیم، پاسبان راستی هستیم، کلیسا گاردین حقیقت، کلیسا کسیه که مدعی حقیقته، کلیسا جاییه که نظامش و ساختارش و اصلا از بعد وجودی این ادعا رو میکنه که تولیت حقیقت رو داره. شما نمیتونی جایی که ادعای تولیت حقیقت رو داره و 2000 سال همونطور که شما گفتید بها داده، اون 3 قرن اول رو میبینیم قبل از مسیحی شدن امپراتوری روم، شکنجه های آنچنانی توسط دولت روم و بعد از اون هم همینطور، روم مسیحی هم همین گرفتار همین ماجرا بود تا این اواخر و میبینیم بعد دوران مارتین لوتر و اصلاحات کلیسا و پس از اون کشته شدن ها، شهادت های بسیاری توسط نیروهای متخاصم به اعتقاد راستین کلیسا، همه اینا نشأت از این میگیره که نه تنها رسولان بلکه پدران و مقدس کلیسا هم در اون اعصار نخستین و بعد از اون تمام هم مقام خودشون حفظ این راست دینی یا ارتدوکسی بود. این ارتدوکسی خیلی مسئله مهمیه. بعضی میگن که این یک پدیده کاگنیتیوه، فقط بحث معرفت شناسی و یک بحث کاملا سابجکتیوه و نیازی نداره که وارد عرصه های عملی زندگی ما بشه و اصلا ارتباطی به عرصه های عملی نداره، یه بحث نظریه. در حالی که مسیحیت درست خلاف این رو میگم، تو آیاتی حقیقتش خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد، یعنی اعتقاد ایمان مسیحی اینه که این شناخت خودش آزادی بخشه، این شناخت خودش رهایی بخشه. بگذاریم کنار بحث اتیکس رو و بحث پراکسیس رو، اینا رو بذاریم کنار، همین شناختی که خودش آزادی و حقیقت و پیروزی رو به ارمغان میاره و شفا بخشه، اینه که من فکر میکنم خشت اول کلیسای ایران رو اگر ما بیم تصور بکنیم که کلیسا از دوره رسول الله شروع شده، حالا مثلا داره روز صفر کلیسا داره الان تو کانتکست ایرانی شکل میگیره، من فکر میکنم که این خشت اول باید اتفاقا تو کلیساهای ما درست گذاشته بشه. مثلا وظیفه معلمین اینه، وظیفه خادمین اینه، اصلا ما اگر اسم شبان بخوایم بگیم شبان جانهای مردم هستیم، ولی واعظین کلام خدا، معلمین کلام خدا، ما خادمین کلامیم، مینستری این شما خادم کلام و سکرمنتی، شما خادم کلام خدا هستید درجه اول. اینه که راستینی ادوین جان اساسی ترین بخش ایمان مسیحی در درجه اول و من خوشحال هستم که ما داریم الان این سری برنامه رو در درجه اول هستم تو این بحث وجودی داریم نگاه میکنیم که چرا ما اصلا باید حقیقت رو بدونیم، چرا حقیقت رو بدونستنه، تو باید برسیم به بحث هایی. دقیقا، ما کتاب مقدس یه نکته خیلی مهم اشاره کردی، ما مسیحیان این ادعا رو داریم که خدا رو میشناسیم و من نمیدونم چطور کسی میتونه این ادعا رو بکنه که حقیقت سابجکتیو و نسبی هستش، در حالی که ما یه خدایی رو میپرسیم که هرگز تغییر ناپذیره. ما گاهی اوقات نیزان
این مطلب رو از یادشون میبرن که این حقیقت بازتاب ذات خداست که به ما به امانت سپرده شده و ما چقدر باید این مسئله دقت بکنیم، چون یک مسئله یا حاشیه‌ای که یک بخشی از زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده نداره، بلکه ارتباط خیلی مستقیم به نجات داره. همونطور گفته حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد، نایبی که از کلام خود گفتی. بعد به خود مسیح میگه این حقیقت یا حیات جاودانی این است که خدای واحد حقیقی رو و مسیحی رو که فرستادی بشناسن. بنابراین شناخت حقیقت ارتباط خیلی مستقیم به نجات ما داره. یک نکته دیگه هم که اصلا فکر میکنم ما کلیسا یک جبهه دو طرفه رو داره الان درش میجنگه. جبهه اولش شاید جبهه ای هستش که در برابر دنیای بی ایمان که ایمان مسیحی رو داره زیر سوال میبره میجنگه، حالا در بشارت دادن و یا در دفاع از ایمان خودش و در بخش‌های مختلف. جبهه دوم که فکر میکنم خیلی از خیلی خطرناکتر و خیلی موذی‌تر و خیلی سخت‌تر هستش از جبهه اول، این هستش که ما در درون کلیسا داریم با افرادی میجنگیم که به نام مسیح دارن دروغ رو انتشار میدن، در قالب رهبران دارن کذب رو منتشر میکنن. و من همیشه هر وقت این بخش از صحبت‌ها در مورد جنگ حقیقت مطرح میشه، اولین بخشی که از کلام خدا به ذهنم میاد صحبت‌های پولس رسول وقتی که داشت افسوس رو ترک میکرد، وقتی که شیوخ رو همه رو جمع میکنه و میگه که توی کتاب اعمال رسولان باب 20 میخوام یه قسمتی رو قرائت بکنم، میگه که چقدر عالی چقدر عالی خوش زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم، پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقررم بود ناظران مقررم بود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است، زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند، لذا بیدار باشید و به یاد آورید که مدت 3 سال شبانه روز از تنبیه نمود.